پاکستان مدعی است که ده‌ها تروریست مستقر در افغانستان را در عملیات‌های اخیر از پای درآورده است. همکارم در زمینه رشد گروه‌های تندروی سنی در افغانستان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان گزارشی تعیین نموده که با هم می‌بینیم. ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات این کشور علیه افزایش حملات تروریستی اخیر از افغانستان منجر به کشته شدن نزدیک به 30 تروریست در ماه گذشته شده است. اسلام آباد مجدداً درخواست خود از کابل را برای تضمین مدیریت مؤثر مرزها در طرف افغانستان تکرار کرد و گفت که از حکومت طالبان انتظار می رود به تعهدات خود عمل کند و مانع استفاده تروریست ها از خاک افغانستان برای تداوم اقدامات تروریستی علیه پاکستان شود. هیچ واکنش فوری از سوی مقام های طالبان به اظهارات پاکستان صورت نگرفته، اما طالبان قبلا چنین ادعاهایی را رد کرده و گفته که به کسی اجازه نمی دهند از خاک افغانستان برای تهدید کشورهای همسایه یا فراتر از آن استفاده کند. پاکستان مدعی است که فرماندهان و جنگجویان فراری گروه سنی های تندروی تحریک طالبان پاکستان TTP از پناهگاه های خود در افغانستان برای انجام حملات مرگبار برون مرزی علیه پاکستانی ها از جمله نیروهای امنیتی استفاده می کنند. مرکز امنیت جدید آمریکا مستقر در واشنگتن گزارش خود را روز سه‌شنبه منتشر کرد و گفت که گروه سنی های تندروی تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شبه نظامی منطقه‌ای فعال و با محدودیت های کمی در فعالیت های خود از سوی طالبان مواجه هستند، چرا که با آنها عقاید ایدئولوژیکی مشترک دارند. این گزارش هشدار داد که تهدیدات تروریستی با منشأ افغانستان در حال تشدید است و وجود گروه‌های سنی تندرو همچون داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان نگرانی اصلی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. این سازمان همچنین به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرد که بر روابط نزدیک طالبان با عوامل القاعده در افغانستان تاکید کرد و خاطر نشان کرد که رهبران القاعده اکنون بخشی از ساختار اداری طالبان هستند و در حال ایجاد کمپ‌های آموزشی خود در کشور هستند. در دهم می، ایالات متحده میزبان گفتگوی دو جانبه ضد تروریسم با پاکستان بود که طی آن دو طرف توافق کردند همکاری برای مبارزه با گروه‌های تندروی سنی تحریک طالبان پاکستان و داعش را افزایش دهند. در بیانیه مشترک این نشست آمده که دو کشور به این موضوع اذعان دارند که مشارکت برای مقابله با گروه‌های تندروی سنی تحریک طالبان پاکستان و داعش و سایر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای امنیت منطقه را ارتقا می‌دهد و به مقابله با تهدیدات تروریسم فراملی کمک می‌کند. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، برای تحلیل این گزارش همراه ما هستند. آقای حفیظ با سلام و عرض ادب، بفرمایید که دلیل آزادی عمل گروه‌های تندروی سنی مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و القاعده در افغانستان در زمان حکومت فعلی طالبان چیه و آیا همین مسئله دلیل محکمی بر همدستی طالبان با آنان نیست؟ بفرمایید. با عرض سلام و درود خدمت شما و تمام بیننده‌ها و شنونده‌های تلویزیون وزین شما. ممنونه. متاسفانه که طالبان که فعلا در افغانستان حاکم است، دو گروه تروریستی قدرتمند فعلا در افغانستان که حاکم است، یکی گروه طالبان و دیگر گروه حقانی، اینا تا چند سال پیش در فهرست تروریستای بین‌المللی قرار داشتند، امروز در یک مملکت بالای 40 میلیون انسان حاکم شده. حکومت دو گروه تروریستی باعث شده که برای سایر گروه های تروریستی در افغانستان آزادی عمل داده شود و همیشه منافع گروه های تروریستی در یک جای گره می خورد که او مواد مخدر و قاچاق آثار عتیقه و قاچاق
سایر اجناس گران قیمت است که یک سرزمین را امروز دو گروه تروریستی فتح کرده و سایر گروه های تروریستی هم به نحوی از آنها در سایه این دو گروه بزرگ تروریستی فعالیت دارد که متاسفانه برای منطقه و برای جهان بسیار خطرناک است. ما نه تنها که امروز بارها صدای خود را بلند کردیم و باز هم برای جهانیان این صدای خود را بلند میکنم که اگر کشورهای همسایه، اگر کشورهای منطقه و اگر کشورهای جهان برای افغانستان و برای جلوگیری این گروه های تروریستی و حکومت تروریستی طالب اینا اقدام نکنه، قطعاً 5 سال بعد افغانستان به یک خطر جدی برای جهان تبدیل میشه. چرا؟ به خاطر از اینی که فعلاً بیش از 11,000 مدرسه افراطیت و تولید و تربیه تروریست ها در افغانستان فعالیت دارد و در سال گذشته وزیر تحصیلات عالی طالبان خبر دادن که بیش از 5,000 مدرسه استشهادی و مدرسه افراطیت باز همینجا میشن و همچنان مراکز آموزشی که در دوران جمهوریت فعالیت داشتن در چند قبل ما خبر شدیم که آنها هم گفتن که بعد از اینها هم به مدارس دینی افراطیت تبدیل شدن. شما فکر از این را بکنین که 11,000 جمع 5,000 16,000 میشن و ده ها هزار مراکز آموزشی که سابق وجود داشتن اونها را بیاید درس افراطی بده. سال 1 میلیون تا 2 میلیون انسان تروریست در افغانستان تربیه میشن و این یک خطر بزرگ برای جهان است. امان رقمی که پاکستان این گروه های تروریستی را به دامن خود پرورش داد و امروز دامن خودش آتش گرفته، ما به یقین گفته میتونم که هم دامن ایران هم دامن پاکستان هم دامن کشورهای آسیای میانه که امروز با در یک کاسه غذا میخورن و هر کشوری که با این گروه تروریستی اینا مراوده میکنه، اینا تبانی میکنه، قطعا او بیشتر از همه همون رقم که دامن پاکستان را در قدم اول گرفته دامن دیگرهایش هم میگیره. ایر مطمئن باشه که بالای 40 میلیون انسان مظلومی بیچاره بیپناهی زجر دیده فقیر افغانستان دو گروه تروریستی را آورد حاکم کرد، یک روز دامن همه از اینا را آتش میگیر. این گپ به پیش شما نشانی باشه و این مصاحبه ما به شما باشه که 5 سال بعد اگر جلو از یا گرفته نشود کلی منطقه را اگر اینا با آتش نکشن، من افغانستان را میشناسم، من سنگ افغانستان را میشناسم، انسان افغانستان را میشناسم، در بین مردم افغانستان زندگی کردیم. قطعا آنقدر خطرناک است، شاید برای خیلی کسا آسان معلوم شود یک چند گروه است مهار شدنی است. شما فکر کنید که سالانه 2 میلیون تروریست تربیه شود و اینا هم همه ایشان آماده بیش رفتنی که بیشت جعلی خودشان خلق کرده، بیشت جعلی ایره که خودشان نشان میده برای نابودی انسانیت، برای نابودی حقوق بشر، برای نابودی انسان اینا فعالیت میکنه. بجز اونمو گپی که ملاهای افراطی تروریست برشان میگه دیگه چیز داره اینا نمیشنوند. بنان خطر جدیست برای جهان، اینا با سلاحهای پیشرفته رفته دست پیدا میکنه، با تکنولوژی پیشرفته داره دست پیدا میکنه و جهان و منطقه را به مخاطره میندازه. بله، تشکر میکنم از شما عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که برای تحلیل این گزارش همراه ما بودند.